بریم. سلام همگی، صبحتون بخیر باشه. سلام علیکم. سلام. سال نو رو بهتون تبریک میگم، براتون کلی اتفاق خوب در سال 1401، اولین سال قرن جدید آرزو میکنم. پیشتر از همه موفقیتتون در کنکور پیش رو. امیدوارم که یه رتبه خیلی خوب به دست بیارید، آرزوی قلبتون برسید، در اون رشته و دانشگاهی که دوست داشتید قبول بشید و مزد زحماتتون رو بگیرید. بذارید ببینم چه خبر اینجا. سلام علیکم. ساعت 8:23 صبح روز دوم فروردین سال 1401 و تا این لحظه که حالا چند دقیقه هستش که ما این در واقع میتینگ رو استارت کردیم، دوره همی رو شروع کردیم، 17 نفر من توی اسکای روم میبینم، توی آپارات رو من تعدادشون ندارم. من از شما میتونی کمکم کنی؟ تو آپارات چند نفر داریم؟ 50 نفر هم توی آپارات داریم. آها، 5 نفر هم توی آپارات دارید. اوکی، 5 نفر، 17 نفر. تو اسکای روم دو تا هم ما داریم، درست؟ دو تا ما حساب میشیم از 17 تا اسکای روم، دو تا ما. 17 تا 5 تا 22 تا. حالا مطمئنم به دوستان ما اضافه میشن چون کلاسی خورده با تأخیر میشه. اما خواستم اینو بگم. تکلیف همه عالم رو کار ندارم. تکلیف این 22 نفری که الان اینجا هستن مشخصه. تمام کسانی که الان تو این ساعت، تو این روز، تو این جلسه حاضرن، حضور دارن، تکلیفشون با خودشون مشخصه. قطعا یک هدف بزرگی دارن و پای اون هدف بزرگ وایستادن، تلاش کردن و دارن تلاش میکنن که الان اینجا حاضرن، چه شماها، چه من، چه دوستان دیگری کردن اینجا هستیم. هر کدوم ما هدف بزرگی داریم و همین حضورمون در این ساعت، در این روز، در این لحظه نشون میده که چقدر برای رسیدن به اهدافمون مصمم و جدی هستیم. و یه چیزی رو میدونم که یک اراده بزرگ به همه چیز غلبه میکنه. دمتون گرم رفقا. با یه عده آدم با اراده و مصمم سر کار دارم. بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. تو دوره که برگزار کردیم و برگزار میشود انشاءالله تا آخر عید و اگر خدا بخواد حتی بعد از عید، در حد توانمون میخوایم شما رو در رسیدن به هدفتون کمک کنیم. بنده بهنام زنده دل هستم. حدود 10 سالی هست که مدرس فیزیک هستم و در این وادی میتونم شما رو همراهی کنم و کمکتون کنم. دوستان دیگرم که حالا به ترتیب تشریف میارن در روزهای بعدی، اساتید بهنام و توانای دروس شیمی و زیست و ریاضی، هر روز 8 صبح تا 9:30 اینجا در خدمت شما هستیم تا بتونیم بخشی از مطالب مهم کنکور رو تو این دوران طلایی عید در کنار هم یاد بگیریم و بهتون کمک کنیم. بچه تصمیمی که من برای شما دارم، فکر میکنم در حدود 3 جلسه بتونم خدمت شما برسم. توی این
بازه دوم تا دوازدهم فروردین. حالا بر اساس مشورت هایی که انجام شد و حالا اون در واقع دانشی که از قبل دارم و تجربه‌ای که دارم، تصمیم گرفتم مبحث نوسان و امواج رو تو این سه جلسه بتونم با شما کار بکنم. به این دلیل که توی کنکورتون حدود 6 تا 7 تست داره، در امتحان 12مهتون بارم زیادی داره و سوالاتی دارد که اگر روش خوبی برای حل اونها بلد بشید به سادگی میتونید جواب بده. یعنی اینو کنکور تا الان به ما این رو نشون داده که سوالات این مبحث زدنی تر هستند نسبت به مبحثی مثل مثلا حرکت شناسی. اونم فصل سختی نیست، ولی سوالات این مبحث روتین ترند نسبت به مبحثی مثل جریان های الکتریکی، نسبت به فصلی مثل دینامیک، مثل فشار. خب اگر ما راه و روش درستی برای این مباحث بلد بشیم، خیلی ساده میتونیم بیاییم و به سوالاتش در کنکور جواب بدیم. توی این سه جلسه انشاءالله اگر خدا یاری کنه، زمان یاری کنه و شما هم همراهی کنید، ما میخواییم این مبحث رو با هم دیگه یاد بگیریم و به ترتیب حالا درس بدیم و سوال حل کنیم و یه سری کارهای جانبی که در واقع بیرون از جلسات کلاس حالا با هم دیگه انجام میدیم. بعضیاتون از قبل من رو میشناسید، همراه من بودین، سر کلاس شرکت میکردیم، بعضی هم امروز اولین باری که حالا در واقع با بنده آشنا میشید. بیرون از فضای کلاس هم با هم دیگه سعی میکنیم توی این دوران کارهایی داشته باشیم. حالا من تکالیف ارسال کنم، شما اشکالاتی برای من بفرستین، آزمونی برگزار بشه، حالا فایلی براتون بفرستم، ویدئویی بفرستم، وایسی بفرستم، خلاصه ای رو بگم، کم کم با هم دیگه در واقع با ترتیب و روال کار آشنا بشیم. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، من یه قولی رو به دانش آموزهای خودم داده بودم، هر کسی که الان تو این کلاس باشه هم جز دانش آموزهای منه و من در واقع کاری که میخوام انجام بدم برای شما هم هست، میتونید استفاده کنید. من امروز عصر یک برنامه رو برای شما اعلام میکنم که چطور تو این ایام، حالا از تاریخ در واقع همین امروز تا حوالی 20 فروردین، بیاید و 60% فیزیک رو مرور و مطالعه کنید و جمع‌بندی کنید و به ازای هر روزش یک مفصلی رو مشخص کردم براتون و یه تعداد تکلیف که براتون میفرستم. امروز عصر توی صفحه اینستاگرام خودم اطلاع رسانی میکنم، تو گروه کلاسیتی هم اطلاع رسانی میکنیم، اگر دوست داشتین با ما همراه بشید. بچه سوال ندارید، حرفی نیست، صحبتی نیست، اگه نه که من شروع کنم به درس دادن. خب انرژی هاتون بالا هست؟ اوکی هستین؟ آره؟ خوابتون نبرد؟ اینقدر من آروم صحبت کردم؟ من یه حقیقتی رو بگم؟ چرا آروم صحبت میکنم؟ بگم؟ آقا اجازه؟ اجازه دارم؟ بگم چرا آروم صحبت میکنم؟ من بگم چرا آروم صحبت میکنم؟ شما شادش کن بریم صحبت هست بچه موافل هست این بسه. یه دوست عزیز و جواهر اینجاست میگه اگر موافقید یه منفی دو بفرستم. بچه فرستادم، فاطمه فرستاد. خب منفی دو داستان داره اگه بعضیاتون نمیدونید، حالا قطعا ما این داستان آشنا میشید. نه دستشون میدونم. آقا چی قرار بده؟ من خودم منم سورپرایز دارم. صوتی تصویری نیست. آها من فکرم شده شوی عربی چیزی میخواه بده. شوی عربی هم بذار ببینیم سورپرایز. من خودم هم نمیدونم. یه آهنگ موزیکی قرار گذاشته بشه فضای شما بود. آقا الان همه خوابن، راحت باش، هر چیزی دوست داری بذار. اوکیه. مثلا این پسر شما ساش خانم خیلی
آها، از اینا ساسی مانکن و اینا بذار. آیدی اینستام اینجاست، اینا فیزیکس لند اینجا هم هست. صدای شما رو امیدهای اسم میکنم هنوز خوابه، اولش داشتم خیلی آروم صحبت میکنم، ولی الان دیگه با این موزیکی که پلی کردن خودشون هم میکنم الان بیدار بیدارن. بریم بچه ها درستمون رو شروع کنیم. ببینید چرا من اینجا هم دوباره خب به من قلم رو بده. مرسی بچه ها. ما امروز از نوسان آغاز میکنیم. ببینید برای نوسان یه درسنامه 14-15 صفحه در نظر گرفتم. درسنامه رو یه دو دوره میکنیم، بعد میریم سراغ تستاش. حالا قسمت هایی که درس میدم همونجا درس رو که دادم تست های مربوطش هم میزنیم. حدود 14-15 تا تست، 14-15 صفحه است خلاصه در واقع درسنامه این نوسانه. و براتون حدود 35 تا تست هم در نظر گرفتم که انشالله بتونیم از این 35 تا تست بخش زیادی حل بکنیم و شما خیالتون بابت تست هایی که فقط در نوسان میاد حل بشه. بعد برای امواج حالا یه درسنامه دیگر رو، یه مجموعه سوال دیگری در نظر گرفتیم که همراه خودمون سر کلاس ها میاریم. بچه ها حرکت نوسانی. ببینید چون با توجه به اینکه ما قراره یک کاری رو خیلی فشرده انجام بدیم، خیلی جاها شاید من وارد در واقع توضیحات اضافه نشم. خب میخوایم خلاصه طور یاد بگیریم بچه ها. یه حرکت در واقع نوسانی ساده وجود داره، بهش میگن حرکت استچ ام. یه حرکت رفت و برگشتی است، یک مدل حرکت نوسانی است که حالا دو تا شرط باید در این حرکت وجود داشته باشه تا ما به اون بگیم حرکت نوسانی ساده.
شرط اول اینه بچه ها، مسیر رفت و برگشت نوسانگر باید خط راست باشه. شرط دوم اینه که آقا در طول مسیر انرژی نوسانگرمون، انرژی کلش پایسته بمونه، نه انرژیش تلف بشه نه به انرژیش اضافه بشه. خب با این دو شرط ما دو وسیله رو در این مبحث قرار بررسی بکنیم. یکی دستگاه نوسانگر وزن فنر یا جرم فنر که از اسمش مشخصه چیه، یه جرمی وزنی رو می‌بندی به فنری، حالا می‌کشیم می شروع می‌کنه به نوسان کردن. یه در واقع وسیله دیگه این هست بهش میگن آونگ کم دامنه. آونگ کم دامنه، آونگی که زاویه انحرافش از راستای قائم باید کمتر از 6 درجه باشه. این 6 درجه هم بچه‌ها یادتون بمونه، بهش میگن آونگ کم دامنه. دلیل این 6 درجه چیه؟ ببینید آونگ یه مسیر در واقع منحنی رو طی میکنه. برای آنکه حرکت این آونگ جز نوسان‌های ساده باشه، گفتیم یه شرطش اینه که مسیر رفت و برگشتش خط راست باشه. اگه زاویه انحراف آونگ کم باشه، تقریبا میشه گفت مسیر رفت و برگشتش یه خط راست. خب پس یادتون باشه باید زاویه انحراف آونگ ما کمتر از 6 درجه باشه. این عدد 6 درجه رو بلد باش، ممکنه حتی به سوالم بدن. دامنه نوسان چیه بچه‌ها؟ حالا جلوتر توی تصویر می‌بینید. بیشترین فاصله که متحرک از مرکز نوسان، یعنی جایی که x مساوی با 0 هست پیدا می‌کنه بهش میگن دامنه. به دو طریق هم به دست میاد، یا نصف پاره خط نوسانه که الان به شما نشون میدم توی شکل، یا یک چهارم مسافتی که در یک نوسان کامل طی میشه. این دو تا جمله رو، دو عبارت رو بلد باش. دامنه یا نصف پاره خط نوسانه یا یک چهارم مسافتی که در یک نوسان کامل طی میشه. اینجا رو ببینید، الان ما اینجا این وسط نقطه تعادله. فکر کنید وزنه این وسط بوده، فنر این وسط در طول عادی بوده، کشیدن پایین ولش کردن. اتفاقی میفته برای این وزنه اینه، میره تا این وسط، همونقدر میره بالا، دوباره برمیگرده میاد پایین، دوباره همینقدر میاد پایین. من اگر یه خطی از این بالا تا این پایین داشته باشم، به این خط میگم پاره خط نوسان. به این خط میگم پاره خط نوسان. دو تا انتهای در واقع این پاره خط میشه دامنه ها. بالا دامنه یه مثبت، پایین دامنه یه منفی. بچه دامنه ها رو با دامنه ها رو با آ نشون میدیم. این وسط میشه مرکز نوسان. وسط میشه مرکز نوسان. خوب نگاه کنید بچه ها، الان پاره خط نوسان دقیقاً برابر با دو تا دامنه هست. پس هر دامنه نصف کل پاره خط میشه. یا اینجا رو ببینید، این فلش ها اگر این چهار تا فلش طی بشه، نوسان کامل انجام شده. نوسانگر از این پایین ببین بره تا اون بالای بالا، برگرده بیاد تا پایین پایین، یک نوسان کامل انجام شده. در یه نوسان کامل چه مسافتی طی میشه؟ نگاه کنید، یه دامنه، دو دامنه، سه دامنه، چهار دامنه. پس دامنه میشه گفت یا نصف پاره خط نوسانه یا یک چهارم مسافتی است که در یک نوسان کامل طی میشه. خب حواستون به این دو موضوع باشه. به این دو طریق ما میتونیم بیایم دامنه حساب کنیم. بچه یه سری در واقع کمیت ها داریم که صرفاً برای حرکت های نوسانی نیستن. برای هر حرکت متناوب یا پریودیکی ما باید این سه کمیت رو بلد باشیم. این سه کمیت در واقع میان حرکت های متناوب رو توصیف میکنن، مشخصه در واقع حرکت های متناوبن. دوره، بسامد و بسامد زاویه‌ای. دوره، بسامد و بسامد زاویه‌ای. ما این تعریفش رو بلد باشیم خیلی راحت اینا رو یاد میگیریم. آقا دوره چیست؟ بچه به مدت زمان یک دور کامل، یک سیکل کامل از یه حرکت متناوب میگن دوره. پس دوره میشه چی؟ مدت زمان یک نوسان یا یک دور کامله یه حرکت متناوب. بعدم دوره کمیتی است. میخوام ببینیم آقا واحدش چیه؟ ثانیه است. پس بچه جنسش چیه؟ زمان. دوره یک زمانه با تی بزرگ نشون میدن، مثلا یه زمان مشخص. زمان چی؟ زمان یک دوره کامل انجام اون حرکت متناوب. پس دوره میشه زمان یک دوره کامل حرکت. خب
تی بزرگ که بهش میگن دوره از تی انوم به دست میاد. دلتا تی کوچیک یعنی کل زمان، ان یعنی کل تعداد دورها. پس دوره بچه ها چطور به دست میاد؟ از تقسیم تی به ان. این دلتا تی کوچیک اون پایین چیه؟ دلتا تی که اونجا گذاشتم براتون میشه مدت زمان. ان چیه بچه ها؟ تعداد دورها که الان من براتون میمیستم. این دلتا تی میشه کل زمان، این ان هم میشه کل تعداد دورها. شما اگه اینا رو با هم دیگه تقسیم کنید دوره به دست میاد. برای اینکه یادت بمونه، چون پایین‌تر یه مفهومی دارم به اسم بسامد، دقیقاً تعریفش برعکس اینه. دوره میخوای حساب کنی، تی رو میخوای حساب کنی، تی تی یادت بمونه. خب تی 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 میشه تی انوم، تی میشه تی انوم، تی تی یادت بمونه، تی 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 انوم. چون الان بسامد رو نگاه کن دقیقاً میشه برعکس اون. بسامد میشه انتیوم، دوره میشه تی انوم، بسامد میشه انتیوم، برعکس اونه. خب حالا یعنی چی برعکس اونه؟ تعریفش هم برعکسشه. بچه‌ها دوره شد به مدت زمان یه دوره کامل، یعنی که یک دوره کامل در چند ثانیه اتفاق میفته. بسامد یعنی در یک ثانیه این متحرک شما چند دور میزند. به تعداد دورها در مدت یک ثانیه بسامد یا فرکانس میگیم. به تعداد نوسانهای کامل یعنی همون دورها در مدت یک ثانیه بسامد یا فرکانس گفته میشه. دقیقاً برعکس دوره است. پس واحدش هم نگاه کنید بر ثانیه است. اسم توان منهای یک یعنی بر ثانیه. آقا چی بر ثانیه؟ دور بر ثانیه، نوسان بر ثانیه. یا HZ چیه بچه ها؟ هرتز. فرمولش هم دقیقا برعکس دور است. اوکی؟ این تا اینجا ای داستان. بچه ها اگه دوره باشه دو ثانیه بسامد میشه چقدر؟ یک دوم هرتز یا یک دوم بر ثانیه. دوره و بسامد دقیقا برعکس همن. دوره و بسامد دقیقا برعکس همن. یه چیزی هم داریم بسامد زاویه‌ای. این یعنی چی؟ فرض کنید یه جسمی که داره یه حرکت متناوب انجام میده، مثلا در حال چرخشه، مثل عقربه ثانیه شمار ساعت دیواری. بچه یه دوره کامل تو چه زمانی طی میکنه؟ جواب بدیم ببینم هستین سر کلاس. خویا سلام، مخلصیم. بگید ببینم عقربه ثانیه شمار یک دوره کامل رو در چه زمانی طی میکنه؟ آره درست تی، ولی اون تیش چقدره؟ مرسی، یک دقیقه یا 60 ثانیه. دمتون گرم بچه‌ها. یک دقیقه یا 60 ثانیه. خب عقربه ثانیه شمار یه دوره کاملش یعنی 360 درجه رو در 60 ثانیه طی میکنه. حالا بسامد زاویه یعنی این، یعنی در یک ثانیه چند درجه رو طی میکنه. به زاویه طی شده در مدت یک ثانیه میگیم بسامد زاویه یا سرعت زاویه، یعنی سرعت طی کردن زوایا. 60 ثانیه 360 درجه، یک ثانیه چقدر میشه؟ مرسی صدایش، یک مین یا همون 60 ثانیه. خب 60 ثانیه بچه الیا دمت گرم، 60 ثانیه 360 درجه، یک ثانیه چند درجه؟ تناسب حل کنید بگید ببینم، میشه 6 درجه. بارکلا. الان بسامد زاویه ایش میشه 6 درجه بر ثانیه. به این میگن بسامد زاویه ای، 6 درجه بر ثانیه، یعنی هر یک ثانیه 6 درجه میچرخه، 6 درجه زاویه رو طی میکنه. به این میگن بسامد زاویه ای. مرسی فاطمه، مرسی الیا، مرسی ستایش، مرسی کتایون و کیمیا و همین بچه هایی که دارن جواب میدین، زهرا، پویا، دمتون گرم، امیر حسین. آقا بسامد زاویه‌ای یا سرعت زاویه‌ای که با امگا نشونش میدن، حالا اسمش امگاست، تو اصلا بگو دبلیو، کی به کی، اصلا به کی چه، ها؟ این امگاست تو بگو دبلیو، فرقی نمی کنه. بسامد زاویه یا سرعت زاویه‌ای میشه تغییرات فاز، یعنی منظور از فاز زاویه است، منظور از فاز همون زاویه است. تغییرات زاویه
در مدت یک ثانیه. فقط یک چیزی مهمی که وجود داره، آقا توی ریاضی، توی فیزیک، بخصوص در فیزیک، در SI سیستم بین المللی واحد های یکاها، واحد در واقع زاویه رادیانه، درجه نیست. خب پس واحد بسامد زاویه یا سازاویه میشه رادیان بر ثانیه. مثلا نمیگیم 30 درجه بر ثانیه، میگیم پی ششم رادیان بر ثانیه. خب چطور به دست میاد این امگا؟ از تقسیم تغییرات زاویه به زمان. سه تا فرمول داره بچه‌ها. امگا رکن اصلی همه سوالات نوسان و موجه، یعنی در تک تک سوالات یا به ما میدن، حالا از ما میخوام با این امگایی که به ما دادن یه کاری انجام بدیم، یا نه اصلا این امگا رو باید حساب کنیم. خب امگا بسامد زاویه میشه تغییرات زاویه، دلتا افی یعنی تغییرات زاویه، دلتا تی هم که میشه کل زمان. یه دو تا فرمول دیگه هم داره بچه ها، یا دو پی بر روی دوره، یا دو پی بر روی دوره، یا دو پی ضرب در بسامد. دو تا فرمول دیگه هم دارد امگا. از همه مهمتر این وسطیه. آقا بسامد زاویه میشه دو پی بر روی دوره، چون دوره و بسامد عکس همن، میشه دو پی ضرب در بسامد. خب اینو خوب بلد بشید، اینو خوب بلد بشید فرموله امگا رو. یه نکته دیگه دوستان، بسامد خالی میشه F. ببین بسامد خالی میشه F، اما بسامد زاویه میشه امگا. این دوتا رو قاطی نکن. اگه سوال از تو بسامد رو خواست F رو میخواد، بسامد زاویه خواست امگا رو میخواد. اوکی؟ تا اینجا یه سوال من همینجا بدم سریع حل کنیم، ما همین معلوماتی که داریم بعد بریم ادامه بدیم وارد قسمت حرفه‌ای تر بشیم. نوسانگری در مدت 30 ثانیه 120 بار پاره خط نوسان را طی می کند. دوره بسامد و بسامد زاویه ی آن را به دست آورید. ببینم چی کار میکنیم بچه ها، سریع باشید. ماهن جان بله، یک هرتز میشه یک ثانیه اوم یا یک بر روی ثانیه. چی حالا یک چی بر ثانیه؟ یک دور بر ثانیه، یک نوسان بر ثانیه. اسما میگه دوره یک دوم. پویا دقت کن، سید محمد باریکلا، کیمیا دقت، مهندس دقت، زهرا دقت. بچه من یه نکته ریزی هم من تو سوال گذاشتم براتون. اینجا رو ببینید، من چون یه نوسان کامل براتون کشیدم گفتم شاید یادتون باشه. اینجا رو ببینید نوسان کامل چیه. هرگاه نوسان گرفت پس شروع حرکته مسیر دوره مکان اولی با همون شرایط اولی برگردد، یعنی یه دوره کامل رو طی کنه. به عبارتی دو برابر پاره خط نوسان یا چهار برابر دامنه رو طی کنن میگیم نوسان کامل انجام داده. دو برابر پاره خط نوسان. اینجا رو ببین تو شکلی هم که برات گذاشتم، اینجا رو نگاه کنید بچه ها. در یک نوسان کامل نوسانگر یه بار کل پاره خط نوسان رو میره، یه بار هم برمیگرده. پس در هر نوسان کامل چند بار پاره خط نوسان رو طی میکنه؟ دو بار. دو بار پاره خط نوسان رو طی میکنه. پس اینجایی که من به شما گفتم آقا 120 بار پاره خط نوسان رو طی کرده است، اینجایی که ما به شما گفتیم 120 بار پاره خط رو طی کرده، یعنی چند نوسان انجام داده بچه ها؟ این معنی چیه؟ 60 نوسان. باریکالله. پس الان این تعداد نوسانمون میشه 60. در چه زمانی؟ دلتا تیمون 30 ثانیه. پس الان دوره میخوام، گفتم تی میشه چی؟ تی 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 انوم تی تی انوم تی تی انوم تی 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 تی
تی میشه تی انام. زمان سی تقسیم به تعداد نوسانات 60 میاد یک دوم ثانیه. این شد دوره. دورت اینقدر باشه بسامده چقدره؟ دقیقاً برعکس اینه. میشه 2 هرتز یا 2 بر ثانیه. آقا 2 نوسان بر ثانیه. اس به توان من 1 یعنی بر ثانیه. بچه‌ها بسامد زاویه ای شنده. فرقی نمی‌کنه چرا 2 پیتیوم برید چرا 2 پی اف. ولی چون این 2 پیتیوم پرکاربردتره من از این استفاده می‌کنم الان. 2 پی یه مخرج 1 میدم. دوره 1 دوم اومد چقدر 4. پی واحدش چیه؟ واحدش چیه؟ رادیان بر ثانیه. جایزه بدم استاد؟ به شما جایزه بدم؟ من مخلص شما، شما دستور بده جان چی تقدیم کنم؟ جایزه چی بدیم؟ چی؟ این یه مقدار گرون شده قیمت ماشین وگرنه حتما تقدیم میکردم. خب سر صبح به خدا به خدا ساعت چند صبح شده؟ نه نشده. بعدم که یه ساعت دیشب ساعت رو جلو کشیدن، حالا تا یه ماه آینده ما درگیر این قضیه هستیم. ساعت قدیم یا جدید؟ آره من اتفاقا من پای سیستم بودم داشتم یه سری جزئی اینا آماده میکنم. بعدم ساعت 4 به خدا فرق آدم موفق. شما بیرون بودی من پای سیستم داشتم جزئی. نه اتفاقا من چون خودم آدم دقیقه آخریم دارم چه کارام بوده بوده. بعد باورم نمیشد که من الان 2 ساعته مثلا پای سیستم. من واقعا یه ساعت بیشتر نیست. بعدم متوجه شدم که ساعت رفته جلو. خب رفقا بریم یه قسمت مهم و نوسان شروع کنیم. بررسی کنیم نوسان چیست. استاد ساعت چنده؟ من چقدر وقت دارم؟ یا خدا. خب فنرهای جزئی که فنرهای خودم آخه میگی فنرات کجه. خب بچه ها دقت کنید، ما برای اینکه بتونیم یه تست حتی یه تست از سوالات نوسان جواب بدیم باید بدونیم که یک نوسانگر در تک تک لحظات حرکتش خب علامت مکانش، سرعتش، شتابش، نیروش مثبت یا منفی. بعد بدونیم کجاها آقا سرعتش یعنی جنبشیش، اندازه نیرو وارد به نوسانگر، اندازه شتابش، اندازه انرژی پتانسیلش داخل افزایش، کجا داخل کاهش. ما اگر اینها رو ندونیم به یک تست هم نمیتونیم پاسخ بدیم در بحث نوسان. ببین سوال اینجوری مطرح میشه، مثلا میگه آ نوسانگری که پاره خط مثلا نوسانش 20 سانتی متر در یه لحظه در فاصله 4 سانتی متری از مرکز نوسان قرار داشته، علامت سرعتش منفی است و مقدار شتاب آن حالا افزایش. چند ثانیه طول میکشد تا این نوسانگر به نقطه‌ای برود که مثلا فاصله آن تا مرکز نوسان 5 سانتی متر باشد و چه میدونم در آن لحظه حرکتش تند چمنده هم باشد و نمیدونم مثلا علامت شتاب هم منفی باشد. خب من اگه اینا رو یاد نگیرم مثلا نمیفهمم سوال چی گفته. من الان چیزایی که دارم بهت میگم باید بلد بشی، میشه الفبای نوسان، تا بتونی آقا تشخیص بدی که این اطلاعاتی که به تو داره میده یعنی چی؟ یعنی نوسانگرت کجای حرکتشه و اون چیزی که از تو میخواد یعنی به کجا باید برسه. تو امتحان ترمتون هم قطعا یه جدول به شما میدن، این جدول رو پر کنید. حالا با مثبت، منفی، افزایش، کاهش. یه نمره هم اینجوری برای امتحان ترمتونه. پس این سفر رو بریم با هم دیگه خوب خوب یاد بگیریم. بچه یه قراردادی هست. میگم آقا بر اساس قرارداد نوسان از مثبت آ شروع می شود. حالا یعنی چی بچه ها؟ یعنی آقا اینو ببین، یه فنری هست من بستم به دیوار، یه جسمی این وسطه، من اینو می کشم هر چقدر که دلم می خواد، بندی دلخواه دامنه، مثلا 10 سان، 20 سان، 30 سان می کشم سمت راست، اینجا ولش می کنم. شروع نوسان اینجاست.
ببین اینجا سرعت اولیه‌اش صفره. شونه نوسان دامنه مثبته. شما اینو میکشی هر چقدر که دلت میخواد به سمت راست ولش میکنی. از اونجا حرکتت شروع میشه. خب از اونجا حرکتت شروع میشه. رو همین حساب من این مسیرها رو اومدم شماره گذاری هم کردم. میگم آقا از مثبت آ تا مرکز خب فنر میخواد جمع شه دیگه. میشه مسیر یک. بعد چون فنرم سرعت داره رد میکنه میره اونور. از مرکز تا دامنه منفی میشه مسیر دو. بعد حالا فنر جمع شده میخواد خودش رو باز کنه. از دامنه منفی تا مرکز میشه مسیر سه. از مرکز دوباره تا دامنه مثبت مسیر چهار. دوباره همینا رو برمیگرده. دوباره یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. ها از اینا از اینا از اینا چی بود؟ خردادی ها میگفت حالا یک دو سه چهار. بزن استاد اون آهنگ رو بذار یه دور دیگه بریم. خب آقا علامت مکان، علامت مکان در تک تک این مسیرها بچه ها. دوستان من مکان یعنی چی؟ دوستان من مکان یعنی چی؟ مکان یعنی چی؟ محل حضور یا شخص؟ حضور شی یا شخص؟ آها مرسی. مکان نه نه امیر جان چرا پیچیدش میکنی؟ نه نه جایی که سر از صفره نه بابا. مکان یعنی جا. مکان یعنی جا. آه بهم سادی. مکان یعنی جا. وقتی میخوای علامت مکان رو مشخص کنی، وقتی میخوای یه مکان دیگه هم هست یه معنی دیگه هم دارد. باش قبل رفتم بذار من این تعریف هم بگم. مکان یه تعریف دیگه هم داره که زمانی که تو ایام عید نوروز خانواده ها میرن مسافرت، بچه های کنکوری به پای درس خوندن میمونن خونه، میتونن از فضایی که میتونن ازش استفاده درستی بکنن استفاده نادرستی بکنن. اون وقت به فضای خونه مکان هم گفته میشه که دوستان خیلی خوشحال میشن، پاتوق بچه ها میشه. نکنید لطفا. اینجاست که میگن اصطلاحا میگن خونه حرمت داره، خونه رو مکان نکنید. این تعریف عامیانش بود. درست استاد؟ ولی ما تو فیزیک میگیم مکان یعنی جایی که نوسانگر در آن حضور داره. خدا آره خب آره اون بعده شما هم دارید آقا مکان عناصر در جدول تناوبی در گروه در دوره داری بدترش میکنی. خب تشخیص علامت های پارامترهای حرکت نوسانی. بچه ها مکان یعنی جا. علامت مکان ایکس یعنی مکان. ایکس یعنی مکان. آقا میخوای ببینیم مکان که این مثبته که این منفی، گوش کن. میگی آقا خب در کل تو فیزیک راست مثبته چپ منفی دیگه. میگی سمت راست باشه ایکسش مثبته، سمت چپ باشه ایکسش منفی. ببینید کجا هست. خب سمت راست مثبت، سمت چپ منفی. اما سرعت بچه ها بردار سرعت چه چیزی را نشان میدهد؟ مکان جا را نشان میدهد. سرعت چی را نشون میده؟ بگید ببینم. آباریکالله جهت حرکت و آفرین. ببین علامت مکان جا را نشون میده، علامت سرعت جهت حرکت و. پس برای اینکه میخوای سرعت رو تشخیص بدی میگی آقا هر وقت نوسانگر به سمت راست بره سرعتش مثبت، به سمت چپ بره سرعتش منفیه. پس چی شد؟ مکان سمت راست باشه مکان مثبته، سمت چپ باشه مکان منفیه. به سمت راست بره سرعت مثبته، به سمت چپ بیاد سرعت منفی. درباره شتاب و نیرو، اولا شتاب و نیرو در واقع چه میگن؟ دو تا یه روحن در دو قالب، در دو بدن، در دو کالبد. شتاب و نیرو تمام رفتارش رو اینه همه به خاطر قانون دوم نیوتن F مساوی با ما. یعنی شتاب زیاد شه نیرو هم زیاد میشه، شتاب کم بشه نیرو هم کم میشه، شتاب مثبت بشه نیرو هم مثبته، شتاب منفی باشه نیرو هم منفی. حالا یادت باشه توی حرکت نوسانی شتاب و نیرو جهتشون همیشه به سمت مرکز نوسان.
شتاب و نیرو همیشه جهتشون به سمت مرکز نوسانه. بچه چرا؟ خوب دقت کنید. ببینید، فکر کنید آقا این نوسانگر وزن فنر بوده. ببین وقتی فنر باز میشه، خب میره اونور مرکز، وقتی باز میشه حالا این فنر میخواد خودش رو جمع بکنه که این نوسانگر نره، خیلی دور نشه. یعنی وقتی نوسانگر میره سمت راست، مرکز میفته سمت چپ، این نیرویی که به نوسانگر وارد میشه به سمت چپه. و از طرفی وقتی فنره جمع میشه، نگاه کن، وقتی فنره جمع میشه میاد سمت چپ مرکز، حالا فنر باید خودشو باز کنه که این باز دوباره بره به سمت مرکز نوسان. چون اگه نیرویی نباشه به سمت مرکز الان وارد میشه، خب این تا ابد میاد این ور دیگه. یا وقتی رفت اونور، حالا فنر باید جمعش کنه یا ازش به سمت مرکز دوباره، چون اگه این نیرو نباشه خب این تا ابد میره. یعنی برای آنکه یک حرکت نوسانی تداوم پیدا بکنه، باید دائما یه نیروی به سمت مرکز نوسان بهش وارد بشه. رو همین حساب وقتی نوسانگرت میره سمت راست مرکز، و مرکز کدوم برش چپشه، پس نیرو به سمت چپه. وقتی نوسانگر شما میاد سمت چپ مرکز، الان مرکز رو میگیم برای سمت راستشه، نیرو به سمت راسته. من میتونم یه نتیجه بگیرم که آقا علامت نیرو، شتاب هم که گفتم اینه نیروه، همیشه قرینه یه علامت ایکسه. تمام. چی شد یه دار دیگه با هم دیگه کار کنیم؟ آقا علامت مکان به چی نگاه میکنیم بچه ها؟ علامت مکان سمت راست یا چپ؟ فری جان الان این کلاس دوازدهمه، کلاس بچه های دهم ساعت 9:30. بعد ببینیم سمت راست هست یا چپ. علامت مکان بعد ببینیم سمت راست هست یا چپ هست. علامت سرعت چپ میره یا راست میره؟ آفرین. شتاب و نیرو قرینه ایکس، قرینه مکانشه، قرینه مکانشه. آقا یه چیز دیگه بگم بعد بریم رو شکلا. حالا بچه ها تغییرات رو میخواییم بررسی کنیم، بررسی تغییرات که آقا کی مثلا کمیت های مکان و سرعت و شتاب و نیرو و فلان و بسار و بهمان در حال افزایشن، کی در حال کاهش. دوستان عزیز من همیشه گفتم، دانش آموزان من این جمله رو صد بار دهن من شنیدن که آقا چیزی که مثبته قسم نخورده داره زیاد میشه، چیزی که منفیه قسم نخورده داره کم میشه. یعنی چی؟ سرعت منفی معنی چیه؟ حرکت به سمت چپ است. آیا ماشینی که به سمت چپ حرکت میکنه حتما باید سرعتش رو کم کنه؟ آره؟ به سمت چپ نمیشه گاز داد سرعت زیاد کرد؟ به سمت چپ نمیشه با سرعت ثابت حرکت کرد؟ بله میشه. به سمت چپ میشه، ترمزم گرفت. پس علامت با تغییرات زمین تا آسمون فرق میکنه. توی بحث نوسان هر وقت از شما علامت یه چیزی رو سوال کردن، جواب با چپ و راست داده میشه، پیدا میشه. حالا بعد یه چیزی ببینی چپ یا راسته، مکانش چپ یا راسته، به چپ میره یا به راست میره. اما درباره تغییرات اینو گوش کن. ببینید بچه ها، فرض کنید در حال تاب خوردنی، فرض کنید در حال تاب خوردنی، توی بچگیتون همتون هم تاب خوردید، این دامنه منفی، این دامنه مثبت، این وسط هم میشه مرکز. دوستان من فرض کنید در حال تاب خوردنی، جواب سوال منو بدید. در هنگام تاب خوردن کجا هستش که شما بیشترین سرعت رو دارید؟ توی مرکز یا توی دامنه ها؟ وقتی دارید تاب میخورید کجا سرعتتون از همه بیشتره؟ تو مرکز یا دامنه ها؟ باریکالله، باریکالله. بس همتون به اندازه کافی و خوب تاب خوردین. الهی من برات ببینم ستایش. ستایش این وسط تنها کسی بوده که بچگی نکرده، یعنی از همون بچگی خانوم بوده، اصلا نه پارک رفته نه تاب نشسته، فقط درس خونده. مگه نه؟ اشکال نداره دختر، کنکورتو دادی یه رتبه خوب آوردی، بعدش حتما یه پارک شهر برو. وقتی شما تاب میخورید توی دامنه ها سرعتی ندارید که،
میایید پایین سرعتتون زیاد میشه، میرید بالا سرعت کم میشه. میایید پایین سرعت میگیرید، دوباره دارید میرید بالا سرعت کم میشه. اون بالاها میمونید دو طرف. اینجوری تاب میخورید. ببین این دامنه، سرعت زیاد میشه، اینجا کم میشه. پایین سرعت زیاد میشه، بالا کم میشه. دوباره سرعت زیاد میشه، بالا کم میشه. زیاد میشه، بالا کم میشه. خب؟ پس جایی که با بیشترین سرعت از اون عبور میکنید مرکزه. بچه انرژی جنبشی کا فرمولش چی بود؟ فرمول انرژی جنبشی کا یک دوم چی بود؟ ام و دو. یعنی کا با سرعت رابطه مستقیم داره، کا با مجزوم سرعت رابطه مستقیم داره. هر جا سرعت در حال افزایش باشه انرژی جنبشی هم زیاد میشه، سرعت در حال کاهش باشه انرژی جنبشی هم کم میشه. پس من میگم آقا توی مرکز وی و کا یعنی انرژی جنبشی به بیشینه خودشون میرسن، توی دامنه ها اتفاقا سرعت و انرژی جنبشی صفر است. توی دامنه ها سرعت و انرژی جنبشی صفر است. اوکی؟ خب پس حالا چه نتیجه میگیرم؟ آقا هر وقت نوسانگر من بره به سمت دامنه ها اندازه سرعتش در حال افزایش یا کاهش؟ بگید ببینم. بره به سمت دامنه ها، آفرین، داره میره که وی صفر بشه. پس اندازه سرعتش در حال کم شدنه، حرکتش کنجونده است، انرژی جنبشیش در حال کاهشه. ولی هر وقت بیاد به سمت مرکز داره میاد به سمت وی ماکسیموم. پس اندازه سرعتش در حال، بگید ببینم، افزایش است، انرژی جنبشیش در حال افزایش است. آباریکلا. از اون طرف بچه ها، از اون طرف آقا ویوکا رو یاد گرفتی تا بازیت بیاد تو ذهنت، اون وسط سرعت زیاده، دامنه ها سرعت کمه، صفره. روبروی ویوکا، مقابل ویوکا یه چیز داری به اسم آفو. آفو چیه دیگه آقا؟ چه مسخره بازی هست؟ یه مسخره بازی که شما یاد بگیرید راحت. جایی که ویوکا ماکسیمومه آفو، یعنی آ و اف و یو صفره. جایی که اینا صفرن آ و اف و یو ماکسیمومن، شتاب و نیرو انرژی پتانسیل، شتاب و نیرو انرژی پتانسیل. آقا انرژی مکانیکی چی شد؟ همون اول گفتیم شرط این که حرکت حرکت نوسانی ساده باشه اینه که انرژی مکانیکیش یعنی ای، یعنی کل انرژی در تمام مسیر ثابت باشه. انرژی مکانیکی یعنی ای باید ثابت باشه. بریم صفحه قبل سری تو تک تک مسیرها نگاه کنیم چه خبره بچه ها. آقا مسیر یک رو ببین، مسیر یک یعنی چی؟ از دامنه مثبت به سمت مرکز، این الان مرکزه، نوسانگر شما یه جایی این براست، الان اینجاست، بین دامنه مثبت و مرکز داره این وری میاد. سری دونه دونه سوال میکنم، سری جواب بدیم بچه ها. سوال میکنم سری جواب میخوام، باشه؟ درستا جان دقیقاً بله، دقیقاً بله، درست گفتی. بچه ها الان تو این قسمت نوسانگر شما از دامنه مثبت داره میره سمت مرکز، مکانش مثبت یا منفی؟ مکان مثبت. چرا؟ چون سمت راست هست. مکان مثبت چون راست هست. سرعت مثبت یا منفی؟ سرعت مثبت یا منفی؟ چرا منفی؟ چرا منفی؟ چون داره به چپ میره. باریکالله. شتاب و نیرو علامتشون مثبت یا منفی؟ شتاب و نیرو مثبت یا منفی؟ باریکالله. چرا منفی؟ چون قرینه ایکسن. ببین همه رو اینجا نوشتم، چون قرینه ایکسن. این شد اینجا علامت ها. دمتون گرم که دارین جواب میدین. حالا بگو ببینم سمت مرکز داره میره یا دامنه؟ به سمت مرکز. باریکل داره میره به سمت مرکز. آقا اینا مرکز این بزرگی. حالا که داره میره به سمت مرکز، توی مرکز چه خبر بود؟ ویوکا. ویوکا چی بودن؟ ماکسیموم آباری که الله آ و اف و یو چی بودن؟ صفر. پس حالا که داره میره سمت مرکز اندازه سرعتش در حال
افزایشه. انرژی جنبشیش در حال افزایشه. حرکتش تون چونده است یا کون چونده؟ تون چونده. باریکالا. آقا به سمت مرکز میره. حرکت تون چونده است. بیوکا در حال افزایش. شتاب و نیرو انرژی پتانسیلش در حال کاهش. مرسی بچه. دمتون گرم که اینقدر سر حال و با حالی سر صحبی. دمتون گرم. یه مسیر دیگر رو با هم دیگه چک بکنیم. بعضی رچه. آقا مسیر سه. فرض بفرمایید نوسانگر شما یک جایی در این قسمته. از دامنه منفی داریم یه سمت مرکز. آنه سمت مرکز میخواییم دوباره ند. آه بیا. سمت دامنه اینجا باشه. اینجا باشه. این قسمت. بچه ها مکان مثبت یا منفی سری. مکان مثبت یا منفی؟ منفی. چرا؟ چرا 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 چرا؟ چرا چرا چرا؟ چون چپ هست. آفرین. چون چپ مرکز هست. همینجا هست. چپ هست. چپ هست. این مرکزه سمت چپ. سرعت مثبت یا منفی؟ بازم منفیه. چرا؟ چون داره به چپ هم میره. باریک الله. شتاب و نیروش مثبت یا منفی؟ مثبته. مثبته. چون قرینه ایکسه. ایکسش که منفی بود بس شتاب و نیروش مثبته. آقا به سمت مرکز میره یا دامنه؟ داره میره به سمت دامنه. موقع تاب خوردن یادت بیاد تو دامنه ویوکا چنده؟ باریک الله. آف و یو چی؟ ماکسیمومه. پس الان داره میره به سمت وی اس اف. یعنی سرعتش در حال کاهشه. حرکتش کنچونده است. باریکالله. اما اندازه شتاب و نیرو انرژی پتانسیلش در حال افزایش است. زیاد شدن است. باریکالله به شما. بچه ها بریم 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 بریم. آقا این دایره رو نگه دار فعلا کارش ندارم. معادله مکان زمان تو حرکت نوسانی. بچه در حرکت نوسانی یه همچین معادله مکان زمانی وجود داره. اینو خوب باید بلد بشی. معادله مکان زمانش هست x مساوی با a کوسینوس امگا t. x مساوی با a کوسینوس امگا t. رفقا دونه دونه اینایی که میگم یادتون بمونه. چیزی که پشت کوسینوس نوشته میشه ضریب کوسینوس میشه دامنه. ضریب تی میشه امگا. ببین ضریب تی امگا میشه ضریب تی. یادت بمونه ضریب تی میشه امگا. ضریب کوسینوس میشه دامنه. خب ما به ضریب ها کار داریم. اینم ضریب کوسینوس. من فارسی هم براتون میگم. آقا معمولا ما از امگا باید بیاییم به دوره برسیم. تی میشه چی؟ آقا امگا میشه دو پی بر روی دوره. حالا اگه میخواید به دوره برسی یاد باشه تی میشه دو پی بر روی امگا. یعنی شما یه دو پی بذار رو سر دوره میشه امگا. یه دو پی بذار رو سر امگا میشه دوره. اگه بهت یه معادله دادن سر یه دو پی میذاری روی امگاش میشه دوره. الان یه مثال میزنم متوجه بشی. فعلا ما این چیزایی که گفتم کاری ندارم. آقا سوال مثال ببین. معادله مکان زمان نوسانگری به صورت x مساوی با 2/10 کوسینوس چه میدونم 8pt هستش. چه چیزایی از این میفهمیم؟ سریع بگو ببینم دامنه حرکت چقدره؟ دامنه چقدره؟ باریکالله. دامنه چنده؟ 2/10. 2/10 چی؟ متر. مرسی. این 8 پی کیه؟ 8 پا نیست، 8 پیه. 8 پی چیه؟ امگا. امگا بسامد زاویه ای. باریکالله. یعنی امگای ماست. خب دوره میخوام بچه بکنم. 2 پی بر روی امگا. یعنی 2 پی. یه 2 پی بذار رو کله این 8 پی. 2 پی بر روی 8 پی میاد چقدر؟ 1/4 ثانیه. دورش باشه 1/4. دورش باشه 1/4. بسامد شنده. باریکالله. باریکالله.
بسامدش هم میشه 4 هرتز یا همون بر ثانیه. یعنی یه معادله مکان اگه به من بدن دامنه دوره بسامد هم به من دادن در واقع. یه معادله مکان بدن دوره و دامنه و بسامد هم به ما دادن. آقا یه دایره اینجا هست علل حساب بهتون بگم چون جلسه بعد با این خیلی کار دارم. اینا رو باید حفظ بکنید بچه‌ها. یه چیزی اینجا براتون میگم همین الان هم دیدین. آقا x در هر نقطه میشه a کوسینوس یک زاویه ای. امگا تی یک زاویه بود دیگه. شما دامنه رو در کوسینوس یک زاویه ای ضرب کنید به اسم فاس که حالا تعریف دقیقش یه جلسه بعد بهتون میگم x به دست میاد. این دایره رو تا جلسه بعد حفظ کن. ببین اینجا نوشتم این دایره رو خوب به خاطر بسپار. اگه دستم باز بود 4 تا فوش میذاشتم اون بالاش میگفتم هر کی این دایره رو مثلا خوب حفظ نکنه اینجوریه داستان فلان و فلان و فلان. ولی در زبونم بسته است نمیتونم بگم. شما اگر این دایره رو حفظ نکردی فوشا رو خورده بدون. متشکرم. خب دم شما گرم. مرسی. با تشکر. و خیالم جمع باشه دیگه حفظ میکنی. اگه حفظ نکردی فوشا رو خورده بدون. خب نگاه کن این زوایا. آقا 30 درجه یاد باشه x میشه رادیکال 3 دوم دامنه. 0 درجه فعلا حفظ کن بعد من توضیح میدم. خب توی 0 درجه x برابر با خود دامنه است. تو 30 درجه x رادیکال 3 دوم دامنه است. توی 45 درجه x رادیکال 2 دوم دامنه است. ببین کوسینوسشون کوسینوس 45 رادیکال 2 دوم دیگه. توی 60 درجه x 1 دوم دامنه است. یک دوم دامنه یا همون آ دوم. و توی 90 درجه x شما صفر است. خب من حالا جلسه بعد دربارش خیلی صحبت میکنم ولی اینا رو علل حساب حفظ کن. هر زاویه رو بدون تو هر زاویه x چقدر میشه یا هر x مال کدوم زاویه است. یه دور با هم دیگه بریم. قربونتون برم چاکریم. این نمیدونم مثلث ها دو سال چندم خوندیم برای حالا هم مثلثتونه. نه سید جان ببین عزیزم منظور من این است که شما این زوایا رو مربوط به مکانها بدونی. حالا جلسه بعد بیشتر توضیح میدم ولی اگه من بهت گفتم فاز نوسانگر من شده 30 درجه سریع بگی پس الان ایکسش رادیکال 3 دوم دامنشه. اوکی در فاز 30 درجه در زاویه 30 درجه ایکس نوسانگر ما رادیکال 3 دوم دامنه. ببین نوسانگر من اینجاست. خب این زاویه ها چیان حالا جلسه بعد توضیح میدم ولی هر زاویه نشون دهنده اینه که نوسانگر در چه مکانی قرار گرفته. 45 درجه شد میگه آقا مکانش برابر با رادیکال 2 دوم دامنشه. اگه 60 درجه شد زاویه فاز نوسانگر میگی مکانش 1 دوم دامنشه. 90 درجه میگه آقا نوسانگر رو مرکز ایکسش صفره. 0 درجه میگی نوسانگر رو دامنه است مکانش برابر با دامنه است. باشه بچه‌ها اینو حفظش کنید. جلسه بعد حالا بهتون میگم چی کارش داریم. اینا من جلسه بعد درباره صحبت میکنم. هیچی سرعت متوسط اینا هم فعلا کار ندارم. بریم صفحه 8 یه چند چیز حفظ کنیم. میخوام چند سوال حل کنیم. رفقا چند تا حفظی چشاتون میبلا چند تا مطلب حفظی چند تا مطلب حفظی کجا سرعت نوسانگر بیشینه بود؟ کجا سرعت نوسانگر؟ توی مرکز، توی مرکز، باریکلا. فرمول بیشینه سرعت میشه آ اومگا. بیشینه سرعت میشه آ اومگا. وی ماکسیموم میشه دامنه ضرب در اومگا. خب؟ کجا شتاب بیشینه بود؟ تو دامنه ها. بیشینه شتاب میشه آ اومگا دو. اوکی؟ بعد تکانه یعنی چی؟ جرم ضرب در سرعت. پس تکانه بیشینه شما کافیه برای رسیدن به تکانه. تکانه چی بود؟ توی دینامیک خونیم جرم ضرب در سرعت. یه امو ضرب در سرعت کن و از شتاب هم میخوای به نیرو برسی بر اساس قانون دوم نیوتن کافیه شما بیای ضرب در جرمش کنی. چون میدونی F مساوی است با MA. شما شتاب در جرم ضرب کن میشه بیشینه نیرو. بیشینه سرعت در جرم ضرب کن میشه بیشینه تکانه. ولی این دوتا خیلی مهمن.
من همیشه به بچه ها میگم برای اینکه اینو یاد بگیرن، میگم آقا این دامنه وی ماکس میشه آومگا، شتاب ماکسیموم میشه آومگا دو، یعنی آ با دو تا آومگا. یعنی شما اگر اینو در یه اومگا ضرب کنی میشه وی ماکس. اما سمت پنج دقیقه وقت دارم درسته؟ یا نه پنج دقیقه هم ندارم؟ پنج دقیقه داشته باشم. خب ببینیم بچه ها اینجا رو، ما رشتی ها خب میدونید که ما رشتی هست میکنیم. خب چرا جزوه اینا همه رو ارسال میکنیم؟ جزوه در وبلاگ آفلاین چی؟ کلاس ها؟ این میشه تو کدوم گروه؟ واتساپ؟ آه لینک در واقع ویدیوهای آفلاین، یعنی جلسات آفلاین هم تو همین گروه های واتساپ بهتون ارسال میشه و اونجا میخوانم جهان دیدم هستن، کلی زحمت کشیدن ویدیو دادن، من دیدم توضیح دادن همه اینها رو. یعنی اگه سوالی داشتین فکر کنم یه بار تماس، اگر سوالی داشتین تو گروه بفرستین، بچه هستن کمکتون میکنن. آره توی وبلاگ گفتم جزوه رو میفرستیم براتون بعد کلاس. بچه دقت کنید، داشتم گفتم ما رشتی هستیم. خب مثلا بعد توی زبان رشتی یا گیلکی عبارت خیلی کاربردی خفنی وجود داره، خیلی هم معروفه، فکر کنم همتون بدونید. آو شنیدین دیگه. این آو کاربردش اینجوریه، مثلا شما فکر کن حالا توی فیلم های رشتی هم اگه نگاه کنی شمالی، مثلا یه دختر خانمی آبسری نشسته مثلا داره حالا کتابشو میخونه یا با موبایلش بازی میکنه، مثلا مامانش میگه زای جان، خودم هم رشتیم خوب نیست، ایتا لیوان آب مرا آوری، این میگه آو مار باشه. یعنی این آو یه حالتی تعجب همراه با انکار و اکرار میرسونه. خب آخرش هم محکوم به پذیرشه، یعنی نشونه نارضایتیه ولی میره انجام میده. خب آو باش. ولی مثلا اگر شما بری به مثلا مامانه به اون بچه بگه زای جان مثلا تنی بیشی، خودم دارم فکر میکنم، تا سر کوچه نان بهینی باوری، یعنی بری تا سر کوچه نون بخری بیاری، این دیگه خیلی سخته براش، میگه آو مار، ولی باش میره اون کار انجام میده میاد. طبیعتاً محاسبه سرعت بیشینه برای شما کار سختیه، اما محاسبه شتاب بیشینه کار سخت‌تره. خیلی تلاش کردم، خیلی تلاش کردم که بتونم خیلی سعی کردم درست بگم، خیلی سعی کردم درست بگم. من آخرین خاطرم از رشتی صحبت کردنم، گیلکی صحبت کردنم برمیگرده به 16 سالگی. نمیتونم اصلا این لهجه رشتی نمیشینه رو دهنم، نمیدونم چرا تابلو میکنم. نه چون من امریکا به دنیا اومدم، اونجا بزرگ شدم، به خاطر همونه. بعد سلام فرجی بگم جالب براتون، بعد زبان رشتی یه جوری یه ابهتی هم به حالا مثلا بچه ها میده، یعنی معمولا دوستان میخوان با خانواده هم دیگه سلام علیک کنن، البته موقع دعوا گیلکی صحبت میکنن، رشتی صحبت میکنن، رشتی فحش میدن، و این مثلا یه جور رجزخونی بود تو زمانه قدیم. حالا توی شهر ما هم اینجوری قبل دعوا اینجور چیزا با رشتی اول یه دور مثلا حال احوال تک تک اعضای نزدیک خانواده رو بپرسن، بعدن حالا گلاویز بشن یا نشن با خدا. بعد اگر شما توی یه سری از محلهایی که خیلی خلافترن بری و فارسی صحبت کنی، احتمالی که به شما گیر بدن بیشتره، چون فکر من غریبه ای، ولی اگه رشتی صحبت کنی خب دیگه خودی و مشکل بیشتر. ما توی یکی از این محله‌های خلاف بودیم، 15-16 سال هم بود، با دو تا از دوستان می‌خواستیم بریم یه در واقع مغازه‌ای که خیلی در و داغون بود ساندویچ بگیریم، مغازه‌ای که مثلا ببین اون بنده خدایی که زحمت می‌کشید ساندویچ آماده می‌کرد، مثلا داشت باهاش صحبت می‌کرد، یه لحظه دمپایش در میاد، یکی می‌زد تو دیوار، یه سوسک می‌کش و دوباره دمپای هم می‌داشت تو پاش ادامه می‌کرد. الان بچه های ده همیه 9:45 کلاسشون ساعت بخوره، میخوای زیر نویس ببری؟ میتونی؟ الان شما بگی اوکی میشه. بچه های ده همی کلاستون یه روب دیگه شروع میشه باشه؟ بچه های ده همی یه روب دیگه.
خلاصه کار ندارم. یه جایی بود که خیلی جای خلافی بود و همه هم کش کش نگاه میکردم. ما هم الف بچه 15-16 سالمون بود. من به دو تا رفیقام گفتم که بچه اینجا رفتیم شما حرف نزنید، من خودم صحبت میکنم که مثلا مشکلی بیشتر شما صحبت کنید میفهمن ما مثلا یه مقدار بچه مامانیم با اینا فهم میکنیم. بعد من رفتم جلو گفتم دقیقا هم یادمه، گفتم عمو جان سلام. گفت علیکم سلام. گفتم ایتا سه تا همبرگر اما رفتی نگام کرد. گفت توتی فارسی از صحبت بکنی من راحت تر. من گفت تو اگه به فارسی صحبت کنی من راحت تر. اون آخرین دیالوگی بود که من تا قبل امروز به رشتی گفتم، دیگه نگفته بودم. جان خب یه لحظه من فقط اینو خب کار سختیه ولی میگه آو باشه، خیلی اذیت نمیشه. خب میگه آو باشه، ولی اگه به یه بچه رشته بگم برو شتا و مکسیمو حساب کن چون مفهوم پیچیده تریه، مثل این میمونه که بهش بگن آقا برو تا سر کوچه نون بگیر، میگه آو باشه. خب بس این میشه آمگا، اون میشه آمگا دو با دو تا آمگا. رفقا یه دونه سوال حل میکنم که فقط این جزوه رو یه زخمی کرده باشیم، بعد دیگه مجبورم کلاس تموم کنم. معادله حرکت نوسانگری در اسای به صورته بیشینه سرعتش چقدره؟ تمام تستایی که تو این 35 تا تست هست همشون تستای کنکوره بچه، تستای کنکور این 35 تا از سال 95 تا 1400 خب داخل خارج آزاد هم هستش. یعنی حالا بعد بهتون میگم مجموع تستای آزادی که اونجا اومده چی هستن، داستانش فرق میکنه، ولی همشون تستای کنکوره. خب نگاه بکنید، یعنی سوالای سراسری 98 تا 1400 داخل خارج همش اینجا هست. یه تعداد سوالای نظام قدیمم از کنکورا سلکت کردم، حالا آزاد و سراسری یه تعداد از کنکورای نظام قدیمم سلکت کردم، امسالایی که خوب بودن اینجا آوردم. ولی شما مطمئن باشید تمام تستای نوسان موجو از 98 تا 1400 من اینجا جمع کردم. معادله حرکت نوسانگری به صورت فلان است، بیشینه سرعتش چقدره بچه‌ها؟ بچه وی ماکسیموم چی میشد؟ بگید ببینم وی ماکسیموم چی میشد؟ آواری کردم میشد آو، میشد آو. به زبان رشته اگه بگیم میشد چی؟ آو. خب الان آ چنده؟ آ کجاست؟ 400 هم باری کلا. اومگا چنده؟ باریکلا پشت تی اینا 50. بعد 400 ام ضرب در 50، 4 تا 50 تا 200 تا 2 تا اشار بزن میشه 2 متر بر ثانیه. این یکی هم نگاه بکن، نوسانگر ساده روی پاره خطی به طول 4 سانت. بچا پاره خط 4 سانت باشه دامنه چقدره؟ باریکلا 2 سانتی متر. این یعنی چی؟ در هر ثانیه یک بار طول پاره خط رو طی میکنه. دلتا تی یک ثانیه. ببین یک بار طول پاره خط رو طی میکنه. در یه نوسان کامل گفتم چند بار باید پاره خط طی بشه؟ دو بار. باریکالله. پس بچه اگر این رو یک بگیرم، یعنی یک نوسان کامل، زمان یه نوسان کاملش چقدر میشه؟ دو ثانیه. در هر یک ثانیه نصف نوسان رو انجام میده، پس هر دو ثانیه نوسان کامل. در نتیجه دورش چقدره؟ همین دو ثانیه. دوره چی بود؟ مدت زمان یک نوسان کامل، یعنی یک رفت و برگشت کامل. باز بیشینه سرعت رو میخواد. فرمول بیشینه سرعت همین آو، مدت سانتی متر بر ثانیه میخواد. دقت بکن، پس شما همین دامنه رو سانتی متر میذاری. دو، آقا اومگا رو ندارم، فرمولش چی بود؟ دو پی بر روی دوره، باریکلا میشه دو پی، دوره هم که دوه میشه پی. خب
اومگا اومد پی. بذار اینجا جواب شما میاد دو پی سانتی متر بر ثانیه. جواب میشه گزینه سه. رفقا خسته نباشید. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه ما بودین، سر صبح پا شدین، از خوابتون زدین، دمتون گرم. آقا من خودم آدم موفقی نمیدونم، ولی یه جمله رو میدونم که آدم های موفق اولین چیزی که قیدشو میزنن خوابشونه. دمتون گرم، دمتون گرم که قید خوابتون رو زدین سر صبح، دمتون گرم که اینقدر مشتی هستی. جا جلسه بعدی فیزیک توی برنامه‌تون هست، تو گروه‌های واتساپ همه چی هست بچه‌ها، برنامه کلاسامون هست، حالا ترتیب کلاس‌ها هست، امروز فیزیک بود، فردا حالا چه کلاسی برگزار میشه، دوباره فیزیک کی هست، مباحثی که قراره اساتید درس بدن هست توی برنامه، جزوه‌ها کجا براتون گذاشته میشه، چه می‌دونم لینک‌های کلاس کجا گذاشته میشه، جلسات آفلاین کجا گذاشته میشه، همه چی هست. توی گروه ها هر سوالی هم داریم بپرسیم. خیلی کلاس به من خوش گذشت، امیدوارم که به شما هم خوش گذشته باشه، مطالب رو خوب یاد گرفته باشین، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، امیدوارم که سال خیلی خوب و خوشی داشته باشید، پر از موفقیت، پر از اتفاقای خوب. توی این دوره عید هم دیگر رو زیاد میبینیم بچه. سوای کلاس ها یه سری برنامه جانبی هم داریم، حالا بعدا شما رو در اطلاع قرار میدیم. کلاس چطور بود؟ بگید ببینم کلاس چطور بود؟ پیشنهاد، انتقاد، صحبت، حرف، حدیث، فیدبکی به من بدین. دم شما گرم، شما خودتون می‌نظرید. درس یاد گرفتین؟ اوکی بود؟ رشتی هم یاد گرفتین؟ اولا بلا ای جانم هلیا میگه به قول استاد چاوشی یه ده بفرستی. آقا یاد آقای چاوشی رو کردی، قلب ماست، ما هم همه دوستش داریم. خیلی ممنونم، مرسی از همگی، دمتون گرم. چشم کمتر به هاشی هم میرویم حتما. قربون شما آقای علی خان، شاکریم. ساحل جان سلامت بشی. بچه همگی مخلصم، میبینمتون. من دو سه روز دیگه دوباره میام برای شما کلاس دارم. فردا که با دوازدهم ندارم فکر کنم. من دو سه روز دیگه شما رو میبینم. فردا چی دارم؟ نه دوازدهم چی دارم؟ شیمی دارم. بچه فردا فکر میکنم فردا یه زیست دارید یا شیمی؟ خب هشت صبح بالای تقریبا 20 بار. آره داره پیام رسانی میشه، اطلاع رسانی میشه. یا بچه ها دیر جوین شدن، آره احتمالش هم که تو واتساپ پیام های قبلی رو نمیبینن، یا اینکه به پیام ها واقعا توجه نمی کنن، که در هر صورت ما از راه دیگه نمیتونیم به این حجم از بچه فقط هم مثلا یک پایی که نیست، شما دماغ 600 و 700 نفر هستن یا زمانه بعد نمیتونیم دیر اطلاع رسانی بکنیم. از گروه رو بچه ها نوتیفیکیشن رو روشن کنن، گروه هم به دست خودمون، یعنی کسی پیام خارج از اطلاع رسانی برای بچه ها نمیفرسته. از اگر لطف کنن گروه روشن بکنن، نوتیفیکیشن گروه روشن بکنن، خیلی بچه نوتیفیکیشن های گروه های واتساپتون رو روشن کنید که اگر برنامه اطلاع رسانی هست حتما ببینید، چون الان استاد راست میگه، من خودم میدیدم اینقدر برای من نوتیفیکیشن میومد دیگه کلافه شده بودم. بچه زحمت میکشن، چندین بار هی اطلاع رسانی میکردن، هی ویدیوهای آموزشی رو میذاشتن، ساعت کلاس‌ها رو میگفتن، برنامه کلاس‌ها رو میگفتن، همه چی توی گروه هست، فقط شما زحمت بکشید نوتیفیکیشن رو آن کنید که از برنامه ما زودتر با خبر باشین و خدا نکرده جان نمونید. فردا یا زیست یا شیمی هر چی که هست حتما سر کلاستون شرکت کنید. یه خواهشی به رفقاتون هم بگید همچین کلاس هایی در حال برگزاریه که دوستان بتونن استفاده بکنن و یه تیم قوی تری بشیم و ایشالا دوره هم بتونیم بیشتر و بیشتر کار بکنیم. حالا هرچه عدمون بیشتر بشه یه اتفاق خوبی هم ممکنه بیفته که من بعدم بهتون میگم. باشه؟ اگر عدمون بیشتر نشه این برنامه 12 فروردین تموم میشه. حالا اگر عدمون خیلی بیشتر بشه ممکنه این برنامه ها تا خود روز کنکور ادامه دار بشه. حالا گفتم بهتون. مخلصیم. مراقب خودتون باشین. یا علی. خدا نگهدار.